و اما در قضیه تحریم ها، خب حرف و حدیث هایی هست. امروز در دنیا هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعدیل کردند، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند شاید دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام، ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد. اونا نقض کردن. اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی، که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت. در قضیه فتنه 88 آمریکایی ها خطا کردند. رئیس جمهور دموکرات اون روز آمریکا رسما پشت سر فتنه 88 ایستاد و از اون دفاع کرد به خیال اینکه همه چی رو تمام خواهد کرد. خدای محاسباتی. یکی از همون احمقه های درجه اولی که یه وقتی بهشون اشاره کردم در اینجا، دو سه سال پیش گفته بود که ما عید ژانویه 2019 رو در تهران جشن خواهیم گرفت. امیدشون این بود که عید ژانویه 2019 رو بیان اینجا و بساط جمع شده و اونا میان اینجا جشن میگیرن. حالا اون شخص خودش که به زوالدان تاریخ رفت، رئیسش هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شد، هر دوشون به زوالدان تاریخ رفتن. جمهوری اسلامی به حمدالله سربلند ایستاده است. بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی خودشون رو از آمریکا میخوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن، میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر میداره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینها، با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودن در اونجاها جزو وفاداران با آمریکا بودن، آمریکا دستش از پشت اینها برداشت.
در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چه کار میتونستن بکنن. به یکی از اشتباهاتی که ممکنه در بین ماها کسانی بکنن اشاره میکنن، با اون این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگی است، این جزء خطاهای ماست. یا امید به او ببندیم، با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم و امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است، بناش بر دخالت کردن، این خطای بزرگی خواهد بود. این مسئله سقوط ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که اتفاق افتاد حول و حوش این قضیه، اینا چیزای کوچکی نیست. این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود. اینو من نمیگم، اینو خودهاشون گفتن، از صاحب نظران برجسته سیاسیشون اعلام کردن که نظام آمریکا از درون پوسیده است. اینو خود آمریکایی‌ها گفت تو این قضایای اخیر، گفتن نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است. خیلی حرف بزرگی است. بعضی های دیگه گفتن که دوران پسا آمریکا آغاز شده است.